آیا این امنیت و این خاک باقی نمی‌موند؟ آیا این کشور دستخوش حوادث نابکارانه دشمنان می‌شد؟ آیا فقط همین هاست؟ اینا جوابی سوال نیست، همه اینها دستاورد این شهادت ها هست. اما این سوال که اگر این شهدا نبودن چه میشد؟ اونی که نسل امروز میشینه پیش خودش تحلیل میکند، نسلی که 8 سال دفاع مقدس رو درک نکرده است، نسلی که امام رو ندیده است، نسلی که جریان معجز آزای پیروزی انقلاب رو لمس نکرده، نسلی که امروز شهادت و شهید و ایثارگری شهید را به روایت تصویر و صدا فقط در صدا و سیما مشاهده می کند و می بیند و می شنود، حساب می کند این شهدای ما مثل سربازان فدایی شده در راه آب و خاک، در راه یک کشور، در یک جنگ فوق العاده مختلط و به هم ریخته که در سایر ملت‌ها، در سایر کشورها، در سایر آب و خاک ها اتفاق افتاده است، شهیدان به شهادت رسیدن، استقلال ملتشون رو حفظ کنن، استقلال کشورشون رو حفظ کنن، مملکتشون رو از دست برده دشمن حفظ کنن، ممکنه نسل سوم ما درباره این شهدا یه همچه تحلیلی داشته باشن، در حالی که این تحلیل جواب این سوال نیست. اگر این شهدا شهید نمی شدن چه می شد؟ این سوال در کنار یه سوالی است در قیام سید الشهدا علیه السلام و هر دو یه پاسخ دارد. شما سوال کنید اگر کربلا نبود، اگر انقلاب عاشورا نبود، اگر سید الشهدا و یارانش به شهادت نمی رسیدن چه می شد؟ این همین سوال اینه، اگر شهدای ما در 8 سال دفاع مقدس در این موقعیت های خاص ایثارگری و فداکاری و دلدادگی دین و اسلام قرار نمی گرفتن و جان نمی دادن چه می شد؟ این هر دو یه پاسخ دارد، همون پاسخی که ما در مسئله قیام کربلا میدیم که اگر قیام کربلا نبود چه میشد، همین پاسخ رو در مورد شهادت شهدای خودمون میدیم که اگر شهدا شهادت شهدای ما نبود چه میشد، اگر انقلاب کربلا نبود چه میشد. جریان قدرت، مسیر و روش حکومت در اجتماع اسلام و در امت اسلام به یه نقطه‌ای رسیده بود که برای مردمی طوری جا افتاده بود حاکمیت تابع قدرت است، هر کی زوردارتره باید حاکم بشود و هر کی زورمندتره باید حاکم بشود. اگر حکومت در سایه قدرت تشکیل شد، این حکومت می تواند امنیت رو اداره کند، اما اگر حکومت در سایه قدرت نبود امنیت جامعه اداره نمی شد. لذا مردم در این حالی که دلداده امام حسین بودند، وقتی اون مرد در منزل زباله خبر شهادت مسلم رو برای سید الشهدا آورد، تعبیری که این مرد از مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام نقل کرد، عرض کرد السیوف علیک و القلوب معک، دلها با تو هست اما شمشیرها علیه تو هست. چرا دلها با تو هست؟ مردم تو رو میخوان، تو پسر پیغمبری، تو حجت اللهی، تو مجمع الفضائلی، تو وابسته پیغمبری، تو کسی هستی که پیغمبر گفت حسین منی و انا من حسین، تو کسی هستی که زهد و تقوا و علم و عرفان و دلدادگی و عبودیت خدا در تو متبلور است و در غیر تو جلوه ندارد. لذا القلوب معک، اما زور با تو نیست، قدرت با تو نیست، شمشیرها دنبال رو زورن، چون زور و قدرت با تو نیست السیوف علیک.
این معیار فرهنگی سیاسی و اجتماعی در امت اسلام در جامعه ای بود که سید الشهدا در این جامعه قیام کرد. امام حسین خواست ثابت بکنه حرف اول رو زور نمیزنه، حرف اول رو قدرت نمیزنه، اونجایی که حق است باید پای حق ایستاد، از حق دفاع کرد، با باطل جنگید ولو با دست خالی و با سینه خشک. لذا میگه فیا سیوف خزینی، منو بگیرید. یعنی به تعبیر امام بزرگوار فرمودن محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر. این رو امام حسین تثبیت کرد. اگر امام حسین قیام نکرده بود، این جریان انحراف فکری سیاسی تو جامعه ثابت قدم شده بود تا روز عمر تا روز انقراض بشر در این کره زمین. هیچ کس که قدرت نداشت مقابل باطل، مقابل ظلم، مقابل جور، مقابل ستم، مقابل انحراف وای نمیستاد. امام حسین علیه السلام این رو ثابت کردن. جنگ با ظلم و جنگ با کفر این مبتنی بر قدرت نیست و حکومت هم مبتنی بر قدرت نیست. نباید یه زوردار به ملاک زور بر گرده مردم مسلط بشود و نبایستی یه انسانهایی به خاطر فقدان زور تسلیم به باطل بیان و در مقابل باطل خضوع کنن. اگر انقلاب کربلا نبود، این روش تو بشر میشد یه سنت جاریه. اگر امام حسین کشته میشد، این اصل انحراف فرهنگ سیاسی در امت اسلام باقی میمون که تا زور نداشتن با ظلم نجنگن، تا قدرت نداشتن با ستم و باطل مبارزه نکنن. دقیقا این همی پاسخ در مقابل سؤال از این است که اگر شهدای ما به شهادت نمی رسیدن چه می شد؟ شما در جنگ شش روزه ژوئن دیدید یه قدرت تصمیم گرفت 80 میلیون عرب شکست بخورد، 2 میلیون صهیونیست یهودی پیروز بشن و همی تصمیمی که گرفت شد. اگر شهادت شهدای ما در عرصه دفاع مقدس نبود، این معادله بندی به هم نمیخورد. 8 سال دفاع مقدس ما این معادله بندی رو به هم زد، معیارهای سیاست بین المللی رو زیر رو کرد. یعنی در دنیا دیگه حرف اول رو قدرت نمیزنه، حرف اول رو ثروت هم نمیزند. شهادت شهدای ما، ایثارگری و پایمردی این عزیزان شهید در 8 سال دفاع مقدس نه تنها این مملکت رو بیمه کرد، نه تنها این نظام رو بیمه کرد، نه تنها واقعیت یک نظام ولایی آسمانی اسلامی رو در این قبة الاسلام تثبیت کرد، بلکه اصلا معادله بندی سیاست بین المللی جهان رو به هم زد و زیر رو کرد. این معادله بندی به هم خورد و عمده اثری شهادتایی بود. یعنی دیگه تو دنیا اینیست که صاحب قدرت هر چی اراده کرد تو دنیا همو باشه. تمام قدرت‌های دنیا به سر ما ریختن، اونها اراده کردن ما شکست بخوریم، نظاممون براندازی بشه، بعث کافر مسلط بشود، ولی دقیقا خلاف این شد و مسئله به ذلت صدام و بعث کافر تمام شد، برخلاف اونی که اونا اراده کردن. دیگه این اراده ها به هم خورد، این معادله بندی ها رو به هم زد و ثابت کرد که آقای نیست که حرف اولی رو تو دنیا بزنن. برادران، خواهران، او احساس خلعی که امروز به امریکا دست داده است، این نیست که بر ایران سیادت ندارد، این نیست که معادله بندی منطقه از دست امریکا خارج شده است، این نیست که یک قدرت ضد امریکایی تو منطقه حرف اول رو میزند.
اونی که برای امریکا احساس خلع کرده و امریکا رو در یک موقعیت انعطاف و انفعال و ضعف قرار داده است، اینه که امروز امریکا در دنیا حرف اول رو نمیزند. شهادت زین الدین هاست، اینا شهید شدن، این وضع به هم زدن، این معادل بندی رو دنیا به هم زدن. امریکا میگه حسنی مبارک باید باشه، ملت مصر میگه نباید باشه، حرف امریکا نمیشه. امریکا میگه بن علی باید باشه، ملت تونس میگه نباید بشه، حرف امریکا نمیشه. امریکا چندین سال فریاد میزند قدرت مال بحرین، مال آل خلیفه است، مردم داد میزنن نه، کشته میرن و واشتادن و سینه شون آماج گلوله داغ امریکایی است. این ملاک، این بدبختی امریکاست، این خلأ امریکاست. عزیزان مسئله مش انرژی هسته ای ما مشکل امریکا نیست، مشکل امریکا اینه و اونی که امریکا میخواد دست بهش پیدا کنه اینه که ما تسلیم بشیم. این معادله بندی که شهدای ما به هم زدن تو 8 سال دفاع مقدس، این معادله بندی برگرده سر جاش، حرف اول رو تو دنیا امریکا بزند. اونی که امریکا از ما میخواد یعنی شهید زین الدین رو فراموش کنید، مردم قم 6000 شهید یادشون بره، فداکاری ها و ابتکاراتی که یه آدمی که PhD نداشت، یه آدمی که دانشگاه ندیده بود، یه آدمی که فناوری طی نکرده بود، با یک مغز و نبوغ ابتکار خدا دادی و تأیید امام زمان، موشک ساز ایران در دنیا شد، شهید حسن تهرانی مقدم، اینا از بین بره. و امیدواریم که مدیران نظام و جامعه ما و کارگزاران این نظام و جامعه این بصیرت معنوی و آسمانی وحیاسای این رهبر عزیز عظیم حکیم رو واقعا نسب العین خودشون قرار بدن. فرمودن جلوتر برید نه بدتر میکنن، از روز اول فرمودن و تا همینجا که دیدید حواستون برای بعضین درست باشه. البته ما تشکر میکنیم، یه عزیزان ما، عزت ما، ارزشهای ما رو در این مذاکرات حفظ کردن و اینها خط قرمزها رو رعایت کردن، اما این رو بدونیم که ما آماده یک مقاومت قویتر و شدیدتری باید باشیم، مقاومتی که امام حسین علیه السلام در برابر حتی اظهار آتش این جوان عزیز با پسیرت خط سازش